بفهم. بس شما درد نکنه. خانم فیلتر آبش دیگه خراب شده، من یه دونه نوشو میندازم. حالا بعد یه نگاهی هم بکنم. بعضی وقت میزنه به دیودراش، نایسر مانتالش رو اسلش میکنه، دوپیت میشه. حالا اونو میبینم. بعدم کار دیگه. کارت ما باشه پیشتون، اگه مشکلی چیزی پیش اومد، زنگ بزنید، خودم میام درست میکنم. تو به نظرت ازدواج من دیر نشده؟ این دختره رو خوشبختش نکنم. کلن میگم من که ازدواج نکنم یکی دیگه دیرتر خوشبخت میشه، جامعه رو فساد میگیره. خودت هم میدونی من نگران خودم نیستم که، نگران جامعه هم. من چی کار داری میکنی؟ بازم داری این جنسه آشغال میدنسی؟ بابا اینا چه میفهمن چی کدومه چی کدوم نی؟ او جنس چینی نندازی، او داغونه، گناه دارم. شیش ماد یکی دیگه باید بیا تعمیر کنه. خودمون میم تعمیر میکنیم دیگه. آخه به درد نمیخوره که. زیر نزن میگه. و تو فکر کن واسه دعاشت داری میندازی. تا اون موقع دخترانه گرفتم ایش. خونه مال خودمونه. دلت واسه کی میسوزه هیرج؟ یه مو از تن خرس بکنی غنیمت. بابا این کجاش خرسه؟ بابا این طاووسه. اینو که نمیگم که، باباشو میگم. این تمومه. بیا کشوهاشو بنداز. باشه. علی سعید کی؟ کی؟ باید بشنسم ای آقا، بگو سر کارم. آقا سعید چاکرم. آقا آقا سعید بونگا. آقا بگو من سر کارم نوکرتم. ببین 25 مرداد موعد اجارته. خب زنگ زدم بگم دیگه خودت در جریان گرونی ها هستی دیگه. ابتهاج زنگ زدی میگه از ماه آینده که میخوای بمونی تو اون خونه ماهی 700 تومن باید بذاری روی اجاره. 700 تومن؟ شهدا مستقیم. مستقیم؟ بیا بالا تا بیمارستان دیگه. بیا بشین دیگه. جوندار ببنده داشت. چشم. مستقیم. بیا بالا خانم. بیا دیگه. ای بابا چقدر علا داره. نشین. ببین آجی اینم عوض کردم. دستت درد نکنه. چقدر شده؟ باشی به خودم. 15 تومن. 15. حالا اگه دیدی یه موقع به مشکلی چیزی خورد، زنگ بزن خودم میام برات راست ریزش میکنم. باشه. خیلی ممنون. اسمه؟ عطا. عطا بودو بیا. چیه؟ بیا. ها؟ چیه؟ بازی آب داده. برون ببین. برای چنگه صف کردی اینو؟ بچه که کنم بایستم آب زندگیمو ببره. نه وانستا اینو ببند. اینو ببند. خس میشه. خس میشه. خیلی بلند شده دقیقا. بابا از صبح داره واسه ما همینجوری میباره. خیلی شانس ما داریم. به شانس ربطی نداره بابا جون. حتما با زور آب بسی تو کار مردم اینطور داره سر خودمون میاد دیگه. چی میگی خانوم؟ نوار تفلون میخواد شل کرده. شل نیستش. برم داری سنبلکاری میکنی، جنس چینی میندازی به مردم، همین میشه دیگه. آب افتاده تو زندگی خودم. بالا بیا بیا باز کن. این درست شد دیگه. دست درد نکن. دیدی؟ خوب شد. تو بیا برو، من خودم جمع کنم. خسته نباشی. آره اگه همه چی رو به همه چی ربط میدی؟ خرافات اینا بابا. اگه اینجوری بود چین که این چیزا رو میسازه که تا الان از سیل بر میداشت. چین در پی بارش شدید در چین، مناطق وسیعی از این کشور دچار آب گرفتگی و سیل گردید. همچنین هزاران نفر از مردم این کشور آوار و بی‌خانمان شدند. طبق آخرین اخبار ارسالی من بلند شو. گرفتی خوابیدی؟ با تو خودی منو ول نمیدی؟ من نگفتم برو ازش بری بگیر اونا رو. خسته گردم بابا. نه من نخواست. این بی غیرت خونه بوده تو دستان و تو آشپزخونه این؟ آره دیگه نمیگی پمنچه رو سری سرمه.
پشت پشت با اون شلوار نشین. من نیست کجا نشسته با اون شلوار هزار جور کسیفی و مریضی با خودش برم دارم بیارم بذارم. خب این دو سال اضافه نکرده جاره، الان چه خبریو؟ همینو دارم میگم دیگه، میگم از صبح ریختم به هم، میگم آقا 700 تومن بیشتر یعنی میشه ما 1,000,000. یک قرون دو قرونه مگه؟ هرچی با یارو منگاهی چونه میزنم حرف میزنم، اصلا ما رو نمیشنسه، فقط پولو میشنسه. نه نه تو باید با خودش حرف بزن. با کی؟ یارو اون بر دنیا داره با پول ما اشغال میکنه، اصلا شماره منو نمیشناسه. دل قصه نداره که از تلفن خونه بگی. اینقدر این خونه ها داره ما توش گمیم، نمیدونه من کیم. وا بی خود کرده، خیلی ها اصلا تو رو میشناسن. همینجوری از صبح بلند میشه پول میذاره رو پول، منم شای مرغ و تخم رو کارخونش میبینه. میدونی چی میگه به من؟ میگه تا 3 روز دیگه بگیم میشینین یا نه؟ بگو میشینیم. 700 تومن 3 روز. آخه ما خیلی هم اخت شده بودیم با اینجا، میدونی همه چی هم نزدیک موایی مغازه همه چی برسه مهم نیستش، سخت باشه هرچی باشه من طبقه اول باشه. نمیخوای بخوابی؟ دارم جا میندازم دیگه، داری میبینی که حتی رسیم تخت خوابه بود بهت گفتم. روز رفتم دوباره دیدمش، از نفروخته بودش. ای بابا ول کن حالا تخت خوابه دیگه، من اونقدر چیزا دلم میخواد، حالا چند وقتی دلم میخواد یه مغازه بزنم. ایشالا که به هرش که میخوای برسیم. چیه؟ گفتی اینجا که الان هستی چقدر دیدی؟ 4 تومن پیش دادم مایی 300 تومن اجاره، زنی زدم که 700 تومن بذاروش. کجا میشینی؟ همین 4 تا کوچه پایین. خیلی خوب بهت گفته، چرا نمیری پایین تر؟ باقدرآباد، باوان، اون طرف ها گیرت میاد. بابا یه دقیقه بلند شو، من کارم لوازم برقی، حقیقتش تازه اینجا جا افتادم، مشتری رو پیدا کردم، این کارتم، نمیخوام اینجا بلند شم. آها پیدا کردم برات، 4 تومن با 400، بگو 100ش هم تخفیف بگیریم. خوبه، البته زیرزمین ها میشینی دیگه. آره بدون پارکینگ و انباری. اصلا پارک انباری نمیخوام، اینجا هم نداشتیم، همون آشپزخونه هم نداره. توالت داره؟ یه توالت گوشه حیاط داره، اون تا مشاه ما همسایه دیگه باید با هم استفاده کنیم. نمیری ببینیش؟ دیدمش. ببین خانوم، این همین یه ماهی هم که وسط کار کرده و داری خدا رو شکر کنی. بله حرف اصلا اشتباه گرفتی. آره اشتباه گرفتی بابا جون. بابا ایشکین این دست ما بگیره ایرج. عطا نکو عطا جان، اون گیره درست نشده یه هنچی گیره. هی بابا این قرار نبود بیاد امروز اینو درستش کنه؟ حالا تو بیا تو، خسته نباشی، طور نیستش. امروز پول نداشتم، گفتم حالا فعلا این در آهنی رو میبندیم تا ببینیم چی میشه. آخه اصلا خراب نبود، بسته میشد، یه کاغذ بود لاش. کو نه این کار خود، حالا تو برو تو برای چای بیارم. بازی گرفتی خوابیدی؟ خوابی؟ بانگار رشی؟ نه راحت باش، اومدم ملاقاتت گفتم دست خالی نیام، پهلو به پهلوش یه وقت زخم‌بستر نشی. معصوم این پیشگوشتی چارسوه ما کو؟ میگم پیدا کنم. خدا برمیداریم وسایل ما رو این میزنید این برون برگه بودن، یه دقیقه خودم درستش میکردم. کجا گذاشتی اینو؟ چه میدونم کجاست، همونجا تو وسایل خودت دیگه. رنگ کیلو چند بود؟ رنگ کیلو چند؟ 1500. ای تو خواب نگرفتی؟ چه
نذاشته رسی داشته نیستش خونه من حق توم شریفه است همین تخمه مرغ کی تخمه مرغ گرون کرده؟ ابتاج والا عمه من که کارخونه مرغ نداری که حرف مرغ و تخمه مرغ دیگه توی خونه نمیزنیم تمومش کن وای چی داره آخه اینقدر تو اینو نگاه میکنی؟ دنیاست؟ نه دنیاست که این رو داره با چاقو میزنه دنیاست با مقاد حقشو بگیره خب یه ریزه کمش کن دیگه قبل بیم بشین اینجا حساب کتاب بکنی خیلی خب دیگه بزید دو اینجاش تمام شی قشنگه ببینی همیشه باید روشن باشه توی خونه ما دیگه بشین دو کلم حرف بزنیم بفهم آفرین باری کل بیم من قشنگ تر نیستم باید یک کاری کنیم 700 تا هم واسه اجاره خونه بذاریم کنار خبر نداری؟ نمیدونی چقدر اجاره خونه ها زیاد شد تو رو خودم روز دیدم توی روزنامه خیلی قیمت ها بالاست هر جوری شده باید بمونیم توی خونه الان این خرج ماه گذشته کو؟ اینه بیا 15,000 تومان پنیر؟ بای پنیر نگیرم اتا اصلا کی توی این خونه پنیر میخوره ها؟ هر کی میخوره اسرافه دیگه آخه پنیر توی هر خونه که فکرشو بکنی هستش بدم اینایی که داری میبینی خرج دو تا سه تا آدم گنده است و یعنی که من تو اصلا 6 سال یه دندون پزشکی نرفتیم اون آسیاباد که خالی بود که اصلا باید بکشیشون خب چی بگی آدم الان 2 هفته است که ایرج اومده اینجا مونده قدمش سر چشمه ولی خب دیگه داره با ما زندگی میکنه حتی جان دیگه بالاخره اونم یه سهمی داره دیگه یعنی به اون اصلا مربوطی نیستش دیگه باید بدونه دیگه اونم خرج اینو که ما داریم میدیم که بابا تکون بخور بلنش یه دو کلمه حرف سه با هم بزنیم چیه شامه؟ چه؟ شامه؟ بخواب از چی بیدار میکنه خواب؟ اداره رو بسهر بکنه به چیز جمع و جور قدیمی هم باشه کار ما را میدازه راستی پاگردش فقط باید بزرگ باشه شما این دوتا موردم بریم ببینی خالیه آقا رزا نشونید آقا سعید خودت که واردی فقط بگو واسه چی میخوای ما داستان نشو برامون زمانم نداریم یالت تخ ما کارو دست شما درد نکنه مخلصم سلام به تو مورد ببری نشون بده چشم از شما درد این درسته چی مرد سوی برای چی انقدر گرونش کردی من گرون نکردم قیمت همینه تو که خودت بهتر آمار داری فکر میکنی نمیدونم رفتی همه بنگاه محل سر کشیدی آقا یارو اون برای آب داره زندگی میکنه اصلا از این قیمتو خبر نداره تو گفتی قرضادش گفته چه بزرگ شده نشناختمش 3 ساعت تو فیسبوک داره دنبالت میگرده میگه اگه پول نمیده بلندش کن یکی دیگر بیار جاش بیارم جاش اذیت نکن آقا سعید مهندس پیداش نکردی؟ نه بابا مردی که مفت نشسته هرچی هم بهش زنگ میزنم جواب نمیده که آره منم زنگ میزنم جواب نمیده حمال ده کلن دایورتی دیگه ها بگم اینجا نشستی من میرم بعدم میام میشین سر جاد بلنشی میگم اینجا نشستی ها آقا سعید یه چند روز واسه ما وقت بگیری یه جایی رو پیدا کن سری قد من کمیسیون ما رو دادی سرویس کردم همه وسایل خودتو فک و فامیلتو آفرین اینا رو بگیر آقا زیاده نیست گیرم ببر حالا فردا بیار یه کاری برات میکنم برو خوابیدی؟ فکر نکن دیگه درست میشه آه.
چه فیلمی هم؟ هیچه ما داشتم خاموش بگم کانال عوض کن. چی بودیم؟ خب حالا حالا باید تو روم بزنی؟ ببخشید. چی رو ببخشم آقا؟ 27 سالته همینه دیگه، همین از دستمون حبیبم فرار کردی اومدی اینجا، نه خودت چیزی میگی نه اون. چی کار داری میکنی با خودت ها؟ باورت نمیشد یه دفعه تنم آتیش میگه، یه دفعه بهم هجوم میاره. چی؟ احساسات. یه دفعه همه فیلمایی که دیدم میان جلو چشم. بس که فکر میکنی، بس که فکر میکنی بهشون. مگه من به تو پول ندادم بری مشاوران؟ نمیگی یه معصوم بلند میشه بیاد داری یه چیگه آب بخوره؟ کسافت. تو حبیبه من تو خوب نیست، خودت هم گرفتاری. گم شو، صبح تا شب داری از دست همه در میری. گم شو میرم. گم شو تا آدم نشدی بر نمیگردم. آدم نمیشم برم نمیگردم. بیا بگی اینجا رو پرستن ببر بیرون. نکبت عجب بیمرفتی رفتی دیگه، رفتی ها. چه؟ که چه؟ چه تو باز؟ خجالت نمی کشی؟ همچین سرسده کردی من پشت دست کردم متفقین حمله کردم. این چه زندگیه داری میکنی؟ این چیه؟ این تنبون ماله کیه؟ تنبون داشمه مالی داشت نمال هر کسی دیگه ای. بابا من میترسم، عمل باز قلب کردم میفهمی؟ الان تمام پیاده نظام کره زمین یه ساعت خاموشی زده گرفته خوابیده. آره خوابیدن، فقط تو داشت منو یه مجردم تنها علاف بیداری، خواب نداری. بیخوابی من مال بدخوابی این بچه هست. آره برم تو بدخواب کردی، بس که داری میخونی اصلا فوتبال تو گوشمونه. داخل خونه هر کسی به خودش ارتباط داره. من منظورم بیرون ساختمونه، اون در ورود و خروج ساختمون این در کارمون سرا بینه هست. هر کسی هر وقت بخواد بیاد، هر وقت دلت بخواد میره. آره بابا برو بگی بخواب. خونه ما رو دزد اصلا نفهمیدی. حالا ما یه دقیقه میایم تو راه رو واسه ما افراز نظم و انضباط میزنه. قفل در خونه‌ت رو درست کن، همیشه وازه 24 ساعت. خب معلومه دزد میاد میزنه. ببین آقا جون، این در درست میشه، اونی که همیشه بازه دروازه سوراخ شما آبی هست. شیشته ای اون موقع که ما شیشته خوردیم تو شیشه بودی تو بیمارستان. برای چی ما رو آوردی اینجا؟ چی میخوای دیگه؟ خونه به این ترتمیزی شیک نوساز مستقل داز اجاره هم نمیخواد بدیم. سعیدم اونجا که باید اجاره میدادیم چی بود که حالا اینجا نباید اجاره بدیم؟ مسخره کردیم. بیا دیگه بابا بیا، درش ریموت دارم هست، داریم طبقه هم کرد بفر. اینجا خیلی خوب ساختمون. اینجا اصلا پارکینگه، یعنی اصلا توی ساختمون نیستش. شما که همهشو ندیدین که؟ دیدیم دیگه، تموم شد دیگه. تو تا فردا مگه بیشتر وقت داری؟ صح نگی. سلام آقا سعید، سرایداری جدیدن؟ مگه به تو اسمس ندادم؟ برو بالا میام برات تعریف میکنم. چی امار واسه چی شده؟ چی نشده؟ برو بالا ناز نکن بایی نسته اینجا. باشه. چی شد؟ برو ترنی. چی؟ ببین وایسا منو وا نکن. منو نگاه کن کجا داری میری؟ کجا؟ من تو فردا به صابخونه خبر بدم. ما نفهمیدیم این صابخونه کدوم قبرستونیه ما تا حالا ندیدیمش. چایت سرد شد.
به خدا اون خونه آخریه بد نبود. برم نوکری کیو بکنم ها؟ بریم خونه سرایی داری؟ جواب باباتو کی میده؟ حالا کجا بودن اونا؟ کی به کی بیان؟ کی به کی چیه؟ من حرف زدم قرار شما رو خوشبخت کنم، این خوشبختیه؟ حالا یه چند وقت دیگه؟ ول کن دیگه خانوم، قرار شد 700 تومن یه جای جور کنی. از کجا؟ از کجا جور کنیم ها؟ حالا پول داداش حبیبت هم هنوز نداری؟ بله. برو آقا سعید، الان وقت خونه دیدنه. ول کن تو رو از تباز. من میگم که به بابام بگم. بابات نه، بابا نه، بابا نه. بلند شو، بلند شو، برو اون اجاره نامه رو بردار، بیا من آدرسشو بردارم برام فلان کار زدش. بلند شدی با پول ما رفتی دبی آبایی داری میگردی، یه فسقل بچه رو گوشی جای خودت. کو نیستش؟ اونجا نیستش. اونجا نیستش؟ کجاست؟ حالا بری دعوا حل میشه همه چی، نه؟ بری دعوا درست میشه. ای خدا این دعوا خونه شد واسه ما. بیا بیا بشین اینجا. چه؟ بیا من یه راه حلی دارم. بیا یه راهی هستش که ما یه ابسط بذاریم کنار. بگو چی؟ ما تو بسی یه نفر بشیم. یعنی چی؟ ببین مثل دوران نامزدی من میرم خونه بابا، تو هم قشنگ میری یک سال کار میکنی پول در میاری، بعد یک سال میای دنبال من. من هم مثلا میگم که رفته عطا، رفته ماموریت، رفته دنبال کار. بله. الو آراغ سید، بیار بیار، ما دیگه همه امشب وسایلمونو میریزیم تو کوچه. میگم بیار، ما امشب میخواییم وسایلمونو بریزیم تو کوچه. دست درد نکنه، من بعد واسه این زندگی چی کار میکردم که نکردم؟ ها؟ هیچی. من از صبح تا شب دارم تو خونه هر کس و ناکسی کار میکنم، وسایلش رو تعمیر میکنم، باقی شب که برمیدارم میرم تو خونه، تو رام که مسافر میزنم، از کجا باید در بیارم؟ چی کار باید بکنم؟ منت بابات هم میذاری سر من؟ خاک بر سر من کنن، خاک بر سر من کنن، تمام فک و فامیلت از خداشونه، من کم بیارم برگردم کوکم بدم. چه فهمید؟ خیلی ممنون بابای ابتاج. دعواز؟ چقدر شد آقا؟ 10 تومن. نشتبم دیگه. بفرمایید. دعواز ها؟ در بازه، بفرمایید. دعوا بود به جون خودم. خب بود که بود. بفرمایید، اینم پاگردش خواهر باباش رد میشه. بفرمایید همینجا. پاگردش که اصلا بزرگ نیست. کجا آقا؟ سلام خانم. بونگا آسیا اومدیم، میخوام بریم خونه رو ببینیم. اجازه بدید. خانم دانشی، با شما کار دارم. حالا بفرم. دست شما در نکنه. فیلم بگیرم؟ آقا بگیر روشن کن بفرم. یالا. بفرم. سلام علیکم. سلام. مخلصه. بفرم. بگیر از همینجا بگیر. آقا این خونه نگاه کن. سر تا سر همش پنجره است. اصلا نورگیری. از این ور آفتاب طلوع می‌کنه، همون ور غروب می‌کنه. همون چیزی که می‌خواستی. بفرم. این آشپزخونه‌ش اصلا خودش نورگیره. آقا بفرم. اینم دستشوییشه. اینجا هم نورگیری داره. از اتاقا میشه فیلم گرفت. بله بفرم. چی داری میگیری آقا؟ میبره بیرون بابا. بیرون اومدیم آقا. بعد دوربین اومد چی زندگی مردم آقا. من گفتم حتی خودت بی خود اومدی، تو گفتی. بابا. تو چرا اینجوری میکنی؟ من خاطر تو آوردم اینا رو اینجا. برو بیرون آقا. واسه من چرا چرت میگی مرد حسابی؟ من که دارم بالا میشم مستاجر از ابتهاج بردی. تو تلفن گوش نمیدی بهش چی میگم دیگه؟ بابا اینا یه گروه فیلم برداری ان اومدن دنبال یه جای میگردن عین اینجا واسه یه ما. من دارم اینجا بلند میشم، میفهمی آقا جون؟ نه دیگه، اینا 12 ساعت در روز بیشتر کار نمیکنن، میدی اجاره، حساب خونه‌ت هم نمیخواد بگی. جن نمیزدی 6-7 میلیون میگرفتی میدادی به ابتهاج، کمیسیون پارسال منم میدادی. رفتن. آقای ایتیز نگاه کن دوربین خطرتش کرده باشه. ببخشید من اون کردم آقا، ببخشید دیگه، من از کجا میدونستم داشمون هنرمنده؟ آخه می‌خواستم بزنمت که چت بلند نمی‌شدی. من اسخای کردم دیگه، حرفی نیست، من چیز دارم، شما بگو. یه آینتار دارم از خود اوت میکنه. هر چی بود هول بدی. خب ببخشید، نمی‌خوام اون شده. حالا واسه نمی‌خوام تو کرت شو دفعه بزن پشت تلفن نیست. بفهم بفهم. یا الله مهمون داریم. بفهم. اینجا نشیمنه. ما یه دو تا بالکن اینجا داریم. بعد راه راست یه دونه هم درگاهی اینجا. فردا اینو با سعید میام واسه قرار بدم. قبلش حتما با اسی با قبطاج زنگ بزنیم بگیم. باید بدونه درست نیستش. مگه اون به فکر ماست که تو فکر اونی؟ من اصلا کار به اون ندارم. اینجا خونه اونه، اون باید راضی باشه. نه یعنی درست نیستش. به تو اصلا کار نشدش که چجوری، تو خواهد باشه.
باشه به خاطر تو میگم. قهر یادم ماما؟ ماما قهر نیستم. این ترک در واقع نشونه فقر و فشاری که روی این آدمه، فشاری که از طرف صاحبکار پولدار دجال رزل عوضیش بهش تحمیل شده، داره خونه خرابش میکنه. میدونم چقدر گشتیم تا این خونه رو پیدا کردیم، حتما قسمت بوده این حرف تو خونه تو زده بشه. میگم این فیلمه درباره چیه؟ خنده ایه؟ از جو فقیر و پولدار و اختلاف طبقاتی. قشنگه. اسمش چیه؟ حق کارگر مشت آهنین. به من خوراکم این فیلم هست. اصلا فیلم ما راجع به درد بچه های پایین شهره. دمت کرد. بفرمی کارگردانشون هستین شما؟ بله. مبارکتون باشه. آقا قربون دستت، من نمیدونم آقا سعید گفتن یا نه، فقط یه طوری باشه که این صابخونه ما نفهمه. سعید؟ گفتی صابخونه هست که؟ نه نه که طوری باشه، من خودم به صابخونه میگم، من میگم یعنی چون رفت آمد و اینا میشه شلوغ نشه. آره شلوغ نشه. بابا اینجا نمیشه پلان گرفت که، این مستاجره. آقا حله؟ چی حله؟ به همش بزن. شما دیگه با آقا عطا طرفین دیگه، بچه‌م همانگی همسایه ما یه کاری داره. مشکلی داری تو؟ مشکل که نه. پس قرار شد 20 جلسه کاری، هر جلسه 12 ساعت به مبلغ 7 میلیون که دو طرف امضا کردیم. چک زمینم هم از طرف آقا عطا میاد، حق کمیسیون بنده. بله. رو میز نزده. آره. آقا کفشت در بیار. کیارش؟ هم برده است و از جب ابزارت میدی؟ دست در نکن. اون نه. سیمچین نه. هم برده است. خدا میبرد. آقا کفشت هم در. درست بنداز کن. آقا داد نزنی. یه ریزه یه باشی. درست بنداز. محسوم. سلام. یه دقیقه شما. کجایی نزا؟ میبینم. میبینم. بگیر این افتا. خشم آقا. آقا به در دیوار نزن. دست شما درد نکنه. سلام آقا پاشا. سلام علیکم خانم دانشی. میگم این لیلا مال چیه؟ ببخشید دیگه. نکنه رضا خان زنده شده داره با آقای هیتلر حال میده، گفته بیا با هم برو روسیه رو بگی. ها؟ بله. ها فهمیدم. 100% خط 7 مترو رو اندازه میشن. ها نه اینا اومدن از خونه ما فیلم بگیرن. که رفتن داخل یه جمع میشن. نیازی به توضیح بنده نیست، خودشون تشریف آوردن دیگه، مدیریت محترم مجتمع. بخوام بگم میبخشید اینا واسه فیلم برداری هستن، اومدن از خونه ما فیلم بگیرن. میبخشید این سر صدا شد. هیچ اشکالی نداره عزیزم، فقط به من بگو بازیگراش کیا. اول من اصلا خبر ندارم. نمیدونی؟ جدیدن، قدیمیان. نه من یک ساعته وایسادم تو بالکن ببینم که بازیگراش کیا. حالا بازیگراش که اومده من خودم خبر میدم. این نظرش اتاق این توشکی باسه تخته. بله بله خانه است. حالا فیلم دیگه معلوم نمیشه. شما رو تختی دارید؟ آره ده. سبز مغز پسته‌ای. مغز پسته‌ای. خب با گله بنفش وحشی چطور؟ با گل دیگه. آره این نمونه هاشو ببینیم. نمونه شما باید تو بردارم آقا مهدوی. بیا نوه، من خودم استفاده نکردم هنو. مراقبش باش. خیالتون راحت بشه. چشم. دستم بشور. حتما. سلام. سلام. ببخشید شما شبا کارتون تموشه وسایلاتون با خودتون میبرین؟ نه میذاریم همینجا بمونه. بمونه. ببخشید میشه چند تا منگن و میخ بزنم به این سقف؟ حالا ما مستاجر هستیم، حالا یک دوتا رو بزن، ایراد نداره. مرسی. حجا ساعتت میکنم نتفاد روی که بالا. خانم ببخشید لیلی نشید. ای بابا کفش اومدی؟ ببخشید دیگه همه اومدن. خانم ببخشید این آینه رو کجا میتونم بزن؟ بذاری توی آشپز خونه. ببخشید میشه از میزی تو استفاده کنم؟ باشه. سفر از رامپا مهتابی هاش کو میرم از آن میبرم. مرغب گلا باشی. چشم کنم. تا کجایی تو خو؟ ماما اینا دستانان دیگه. اتا خو اینا اومدن. اتا ببین اینا تعدادشون خیلی زیاده. اصلا چاقو رو میتونم ببرم؟ چیه؟ بودو بیا خدافز. چیه همه چیز میگیری شما؟ مثل یادم نمیانه، بده من اونو. بیا اینجا این چیز میزایی که گرفتی بنویس. بیا اینجا بنویس، اینجا بنویس. چه
چی بود؟ اسمت هم بنویس. بله. رو تختی. رو تختی رو بنویس. امضا کنم دیگه. امضا دیگه. چه آقا نمتی؟ من گفتم من بر نمیگیرم. صفاته به خطرش نمیارده. یا یه اتفاقی میفته بعد کی میخواد جواب بده؟ خب معلومه زنگ بزنه اداره برق، مأمور بیاد برق بگیره. من که نمیزنم تو برق بگیره. اونم صفات خطرناک آقا جون. نه بابا. تموم شده رفت. اصلا اینجوری نیست که از الان بزنین زیرش رو در بکنین ها. این آقا من قول داره تو دفتر که برقو بگیره. تازه اینم بخواد بگیره من نمیذارم. آقا هیدر گفته باشم. جنگ اول به هست اول آخر داداشم. اینجوریه؟ باشه. پس میخواین گربه رو دم اجرا بکشین. آره. چه خبره؟ چی بابا دعوای هیدر نعمتی؟ باشه جمع کنی بچه‌ها. نمیگیره نگیره جمع کنین اصلا. با دست صحبت نکن معلومه کار نمی کنیم. تعطیل کنید بچه ها. تعطیل کنید آقا. تعطیل کنید انگار نوبر شما بود. خبر جمع کنید. تلفنای تو بود آقا. جمع واقعا تعطیل شد. فرید آقا کجا میری؟ داداش با شما آقا اینه. سلام آقا دانش. چی شد؟ چه میدونم تعطیل کردن کارو. تعطیل شروع نکرده تعطیل کردن. بیا آقای یه چی شده؟ ما کاری نیستم. کی کاری کاری نیستی؟ بیا جاقا این چیه آقا اینه؟ سینما تعطیل شد. آقا دانشی خودت قاطی نکن این کاره نیستن اینا. بابا تو رو از دیت عباسی کارش کن کار کنن دیگه. بیا پای بابا بیا پای هل کن آقا جون کار داری برو به حسام بگو ما کارایی نیستی. آقا یه دقیقه نگرد جون مادر آقا خواستی. من جون بچه هم از سر را پیدا نکردم که بذارم اینا برق بگیرم. من میگیرم. میتونی؟ آره آقا جون برق دیگه. برو بایی دستی هرم صحبت بکن اون آشه. آقا چیه برق بده ما بگیریم. چیو میری برد سفاز ما. باشه بابا سختش نکن سفاز دفاز من خودم آنتل میکنم یعنی میتونی؟ آره آقا بگو اینا رو بیارم پایین ای در جون نکن نکن بچه حله بیاری پایین از اینا رو امکن نمیشه که آخه هر چیزی به شادم بگه تعطی هر کاری یه راه آقا دانشی بدبخش خوبی؟ چیکار کردی؟ چش تو باز کن. مهدوی جان خودت ببرش بالا من زنگ بزنم کریم جهانبخش بیاد برقو بس کنه. برو آقا بش باش. خیالون راحت. برو شما. آدرش خوبی؟ ردیف میزنی؟ آره شما کارو را بنداز تعطیل نشه. نه تعطیل نمیشه. خود تخصص نداری چرا دست میزنی؟ چه خبر آقا تو؟ برقا چرا قطع شده؟ برق دیگه. بس میشه قطع میشه. بله خوبی؟ آره خدا رو شکر اینا مشکلشون حل شد کار میکنن. شکلک در به امید جاودانه شدن این فیلم در طول تاریخ سینما. من تو کی باید میزن کار میکنم شد گهت میده دوازده و یک سلیمانی سکوت بده میریم زن آیفون داره تلفن خونه رو هم قطع کنی یه وقت زنگ نخوره وسط زفت دوستان لطفاً گوشی‌ها رو خاموش کنید دوستان لطفاً سکوت آه همتی خیابونا بسته باشه میخواییم بگیریم آه علی آقا چشم الان میبندیم آقا چشم علی آقا جلو ماشون رو بگیریم آه فیلم برداریه درست صدا میگیرن تموم شد بهت میگم بری حرکت چرا همیشه باید اون سوار باشه و من پیاده چرا همیشه باید اون صاحبکار باشه و من کارگر ها ببین خونشو میریزم با موش فکشو میارم پایین فهمیدی؟ آقا نگیر کات اینطوری نمیشه چی شد آقا؟ آقا صدا اضافه داریم سلیمانی؟ بله آقا قصه چیه؟ شب اولی چه خبره اینجا؟ نه آقا الان درستش میکنم حله چی شده؟ بیرون سر صدا سیگه نیده چه خبره؟ تو بگو چه خبره اینجا؟ الان حلش بیرون چه خبره؟ ما داریم کار میکنیم اینجایی؟ بیرون خیلی سرصداست ها به همسایاتون نمیزنن کار کنیم هرچی هم میگیم گوش نمیدن اون مردم زندگی دارن نمیتونن راه ندن که خود دانی اینجوری جایی 20 روز یه ماه طول میکشه هر چقدر طول بکشه من پول 20 روز رو میدم آقا من این پول زودتر میخوام شما یه محبت بکن بگو این بچه ها دو ساعت یه کار رو تعطیل کنن مردم هم برسن به زندگیشون ما هر موقع بیان 12 ساعت باید کار کنیم پنج بعد از ظهر اومده این پنج صبح میریم پنج صبح؟ پنج صبح که نمیشه که میخوای به هم بزنی؟ طبق این بند باید خسارت بدی سنگین ها آقا کی میره میاد اصلا؟ بی خود میرم میاد شما کار را بنداز من خودم میرم ساختمون رو درست بکنم لامپ 200 مقوا سفید آگراف گیره بیلیتی با
پارکم برای فردا شب میخوام برسم. راست این کسری فیلترامون هم بگیر. داداش ببخش یه زحمت بکش یه دقیقه بریم تو ما ببینیم اینجا چه خبر. راست میگی شما این پسر بد داد زد. چش. بفهم. خودم یواشو میگیرم. هر چیزی حدی داره آقای محترم. یعنی چی اینم آدم تو باقله؟ شما درست میگی بفرم. یعنی فکر میکنی نادرست میگه؟ حق نداره. بابا اینجوری کردی پادگان هی ساکت. برو تو بابا. برو تو. برو به گوزکترت بیا. چش الان میگم بیا. اب نداره باش. آقا بلند شو برو تو دیگه نمیدونی اوضاع خیته. من مراقبه اون چراغم واسم پای چراغ. جا پای چراغه بلند شو تکون بده. آقا تو. سلام علیکم. سلام. تا الان جلسه بود. همه همسایه‌ها شاکی‌ان. سریع تعطیلش بکن. این مورد رو باید قبلا اطلاع میدادی. خانم شما چرا این حرفو میزنی؟ بچه نشین. شما میدونی همه این چیزا زیر سر این مرتیکه است. مؤدب باش آقا، خجالت بکش. پشت در خونه من به من میگی مرتیکه؟ صدات بیار پایین. برو تو خجالت تو باید بکشی که با این سن و سال دست به سیامکه. آقای پاشان یعنی چی این حرف؟ یعنی بنده 60 ساله من بود بعد تا الان ست اسم عوض میکردم. آره شما بفرمایید تو، من خودم حلش میکنم. خانم بولیری من فقط به خاطر گل روی حرف شما میرم تو. بفرمایید اینجوری باشه من بعد ست اسم کوچیک بشم یه فامیلی. بیا من برای حرف پاژنگ ترم خورد نمیکنم. بحث حرف همسایه هاست، شاکیان. خب حق دارن. ببین شما این وسایلو اینجا رو نگاه کن، این پایین رو نگاه کن. آقا اون در رو ببند، این نمیشه که. بله شما درست. ببند اون در لامصب. خانم بروی جان من گیرم. شما میدونی شرایط ما رو، قرار داد بستم. چی کار کنیم؟ بابا مرگ درد دهدم که من گم شد تو. من میگم یه کاری کنیم چی؟ من شارژ کامل کل ساختمون رو یک ماهشو بدم. همه همسایه ها رو؟ آره دیگه، برای شما رو هم میدم. من که واسه خودم نمیگم، به معصومه جون گفتم هر کاری دارین من بهتون کمک میکنم. تو مطمئنی؟ آره الان که همشون نیستن مطرح کنم. بذار فردا باشون حرف بزنم. بس بردم چی میشه؟ میگم خانم بلوری جون این امشب رو تعطیل نکنن دیگه، آروم کار کنن. منم بالا سرشونم. حالا تا ببینیم فردا این ریش ما رو قیچی میکنن همسایه‌ها یا نه. با همه عصبانیت و عقده و نفرتی که تو وجود جمع شده میگی. آقای سلیمانی میخوام بریم زبط. بریم آقا بفرمایید. کسی راه نمیره، کسی حرف نمیزنه. بفرمایید آقا. میتونیم این دفعه بگیریم؟ بفرمایید آقا. بفرم. آقا شما میخواد سریعتر حرکت کنید. آقا بگید بفرمایید. آقا اون چراغ روشن. دوستان لطفاً سکوت. دیگه کسی راه نره، کسی از جاش تکون نخوره. سکوت کامل. صدا، دوربین، حرکت. خانم نباش فیلم برده چیه؟ بابا یه دقیقه باید فیلم بشون تموم شه. من چه که فیلم نرم برم؟ خیلی خوب یه دقیقه صبر کن تو حضرت عباس. خیلی خوب چیکار کنم؟ بدیم
تو چیکار داری میکنی؟ همه آماده این؟ بگیریم؟ بفرم بفرمی صدا نگه دار آقا صدا از کجاست؟ بالاتر برو طرف این ور چه؟ آقا یه صدایی داره میاد بخشی ما یه ریز خندید نه خانم صدای آهنگه اه آهنگ صدای آهنگه آقا اینجوری نمیشه کار کرد اه بابا بلنشی برو برمان دو سفر همینش داره دیوانه میکنه بعد 5 سال یادش درگشت رو فخم برم دنبال زده ای سلام آنس سلام خیلی ناقلایی ها ایوا نگفتی من بیام این هنرپیشا رو ببینم با یادم خب الان همینجا ببین ببینشو الان که نمیشه من آمادگی ندارم خیلی خوبی راستی چی کار داشتی؟ بیا من میگه که صدای آهنگ میاد گفتم شاید یه وقتی از تو خونه شما باشه نمیفهم از کجا میاد صداش این که بلنگوش خرابه خب به ده تا واسه تعمیر کنه باشه چه خصش تعروسش عوضش پیشونیش بلنده دختر راستی پارتیکا دختر سادات خانم 4 تا رب و 3 تا قرمه سبزی سفارش داد باید جرف میکنم بسش نجی این کولر توی لحظه خاموش میکنی بله میگم اگه اینا وسیله هاشون خیلی زیاده میتونی بیاری خونه منا دست درد خوشش میاد از تو برم من برم به تو بگم بگم صدا از بالا میاد بردستانی برای چی اذیت میکنی؟ مگه نمیگم دارم صدا ور میدارم میخونی؟ چه اذیتی؟ بله میخونم شما ناراحتی گوشتو بگی نشروفی آقا جون این حاکم پولو دارم واسه من باید کار کنم به من چه؟ من چی کار کنم؟ اون پایین که هستیم همش سکوت ساکت خفه بد بشیم این بالا کله پشت بودم که ممنوعه نباید بخونیم آقا زندگی ما رو پاک به هم ریختی آره بابا زندگی تو داری میکنی 2 سال داری با اون صدای کلنگت میخونی یه بار نگات هم نکرده زندگی انقدر اینا رو شستی آوردی پن کردی سخت به داقه پایین تبله کرده دوره اینجور مخصدن ها گذشته میرم بهش میگم تو گرد گیر کرده چی رو میدی آقا؟ امینو میگم بشونه چه گرد گیر کرده چی تو گرد گیر کرده؟ عطا آقا عطا جو پاشو دیگه پاشو برو تو خونه بخواب زشت جلو همسایه پاشو دیگه اینا هم رفتن آره دیگه برای چی گذاشتی با نه دیگه صبح شد اینا هم رفتن خونه هاشون استراحت کنن نمیخواد در نر انقدر کسیفی برداشتن وردن گوشتن تو خونه که دیگه هم تو گله به گله هستش نگاه تو رو خواب تو کسیفی مریضی اچته خوب نه پاشو حتی اینجا نیفرو تخت مردم شاید راضی نباشه دفاع شده الان خوب حساب خونه بیده وسایل ما استفاده کنه که تو داری وسایل این فیلم برداری استفاده میکنی خونه رو بهشون دادی پاشو دیگه شاید راضی نباشه تخت ما نیست که تخت اوناست ایشان رو تخت خودمون بیافتیم الان من کجا بیافتم راضی اینجا اینجا پاشو این کثافت هم از تنت در بیار دیشه قشنگ شدی این رو تخت جلوه میکنه خودشون نشون میده راستی گفتی با آقا ابتهاج خوابیدی عطا عطا شب الان که شب نیست وای عطا صاحب خونه است تو نگفتی بگدی وای نگفتی چی خدا این آجش خودشه بفرم این حکم جلبته این هم حکم تخلیه خونه است بس چی
با اجازه کی خونه رو دادی به اینا؟ به کی؟ کسی خونه رو دادی؟ نه بابا نه اینا کی هم خونه دادن؟ فامیلات هم؟ اینا هاش به فرم دعویل بگیر ایرش، اینجا چیکار میکنی؟ ایرش یه دختر رو دیدم، داشت رد میشون یه دفعه نگاهش از کنار نگام رد شد. نرفتی روانشناس نه؟ چرا رفتم، جای خلوت نباش، تو خودت نرو منم با صدا بیا بریم، بیا بریم خونه من دستانه ها، اونجا هم انداز کافی شلوغ است، خلوت نیست، بیا این واقعا فکر من اینقدر داغونم، ما کی اینجاست؟ خیلی خب بیا بریم دیگه، بیا بریم کار دارم. نه من آدم نشدم. زر نزن دیگه. بیا برو. اومدی یا؟ سلام دانشجو، ببخشید ضبط نمیشه به داخل. بابا داره میریزه دستشویمون. اتفاقا دارم تو دستشویی کار میکنم، ببخشید. کات. تمامه دیگه. نه دیگه، حالا اون تو کار داریم. ای بابا. آقا این همه تو توالت میگیرین اصلا مگه پخش میشه؟ حالا میگیریم تا بعد ببینیم چی میشه. خسته نباشین. همه چی به راه دیگه. ممنون. آقا اینجا مال یه سرنگ بازنشسته است. همسایه‌ها رو صحبت کردن. همسایه‌ها در حدی خانم دکتر نجیب و بی سر صدا است. بله. این هم دستشویی و حمومشه. بفرمایید اتاقو ببینید. با اجازه. بو چی آقا پاجم؟ به من چه ارتباطی داره؟ حتما از ظرف توالت این بچه است دیگه. این اتاق که مال خودتونه، مال این که نیستش که. این تراسش هم جنوبیه، بزرگ آفتابگیره، خوراک جوجه کباب و لباس. آقا سعید، بی زحمت یه تکه با تشریف بیارین. میگم شما این آقا رو رد کن بره دنبال زندگیش. من خودم با صابخونه خانم قاسمی تلفنی صحبت میکنم، ماجرا رو حلش میکنم. پا اگه داری اخ کن بیا بالا رو اجارت دیگه، اگه نداری برو بشین پایین. آقا این هم خوابش، این کمد دیواریش بر خوش دریایی. یه بارم شانس در خونمون داشت میزد که گوزه بالا باز شد. ولی شما اصلا نگران نباشه آدوفا، مورد نظرتون شد؟ من نمیذارم آخر عمری تو من آلا خون بالا خون بشه. بالاخره این موضوع رو حلش بکنم. خدا بخواد مقبول افتاد. آقا باشن کلید انباری دوتایی هست دیگه. هم که به خوشگی شانس آدولف، یعنی این همه سال صدای ما رو نشنی؟ دانشجو که بودم یه هنرپیشه معروف و خوشتیپ عاشقم شده بود. 6 سال تموم می اومد و می رفت. و چرا زنش نشدی؟ خواستم کارگردان بشم، نمیخواستم هیچی جلوی پیش رفتم و بگیره. خب با کارگردنم که نشد دیگه. آره نشدم، عکاس شدم، از خوشبختی آدم رو عکس میگیرم. غصه نخور دیگه، خیلی اصلا شوهر نکردن اصلا به اینا نیستش که. یکی نیست بگه مرد حسابی، چرا خودتو سرکار گشتی؟ برو در خونهشو بزن، اینه یه مرد راست روش وایسا، صاف و پوسکنده بگو. داخل سرکار خانم بلوری، شما که سر تا پا بلوری. اینجا چی کار میکنی تو؟ بابا چی گفتم دارم میرم چیز دیگه، توالت. تو توالت؟ بیا تو خلای ما چی کار میکنی؟ چی شد نمیری؟ بابا ما یه توالت رفتیم. بابا تو من همه میبریم عمل باز قلب کرد. خب قرصت کو؟ کو؟ خب بگو من بهت بدم دیگه. چی اینه؟
زیر زبونی نداری؟ همه این آتیش ها گور تو بلند میشه. پای این بونگایرم شما با کردی تو این خونه. آره بابا چش میرم. وقتی تلفن کردم به صاحب خونت گزارش دادم که خونش رو اجاره دادی به فیلم بردار و بعدش میرم. نمیخواد به خودت زحمت بدی، میدونه. اشکالی داره دو قبضه بدونه؟ چی شد آقا؟ چیه باز؟ داداش من یه حقوق جزمی بازنشستگی میگیرم، جخ بتونم شکم خودم و این بچه رو سیر کنم. شما باز یه مقدار پولی که این فیلم بردارا میگیری بدی به من، بذارم رو اجارم تا صدای این صابخونه بیفته. ویلا راستی به آقا عطا بگو بالاخره همسایه‌ها موافقت کردن که در ازای پرداخت شارژ ساختمون این گروه رو تحمل کنه. وا مگه اصلا کسی چیزی گفته؟ مگه خبر نداری؟ دیشب جلسه بود، خود آقا عطا مطرح کرد، همسایه‌ها می‌خواستن برن شکایت کنن، اینقدر باهاشون حرف زدم تا قبول کردن. البته یه شرط هم گذاشتن، گفتن نردارم باید رنگ کنین. من مخالفم و معصوم جان، ولی خب چیکار کنم؟ میگن که انقدر رفت آمد شد و وسیله بردن آوردن این نرده ها زخمی شد. میگم جون هر کی دوست داری نکن. بی خودی جون اونو به زبونت نیار، به شما هم ارتباطی نداره. من کیه دوست دارم کیه دوست ندارم. سکوت لطفا، ضبطه، کسی از فلان بالا نیار. اگه میخوای بنده هیست باشم یعنی ساکت، حق سکوتت باس برسه. ببخش خانم دانشی، شم دارید؟ نه یه چیزایی دارم. پس این کیک چی شد بچه ها؟ آوردم آقا آوردم. بچه ها دست به جنبونی. میگم به دردت میخوره؟ بله عالیه ممنون. دیر شد. ببخشید جانماز داری؟ آره دارم. و این الان باید شم تولد برد که الان جانماز چی الان؟ بر خودم میخوام. همجا وایستا بیارم. با من که کار نمی کنی؟ پیش این هم وای نمیسی نه؟ چه بدونم؟ ببخشید زهر ما رو چه میدونم؟ تکلیف تو روشن کن، تا کی میخوای آویزون اینمون باشی؟ به ارواح خاک آقا، به خدا قسم منم دیگه خسته شدم. به خدا منم دوست دارم برم سر کار، خسته بشم، کوفته بشم، بیام خونه یکی باشه یه چای بذاره جلو. چاکر آقا تو مخلصی آقا. یه در جانم آقا یه در یه نفر نمیخوای بیاد بایسی کنارت کمکت؟ یه مسئول ساکتی چیزی؟ این بدتر میاد خراب میکنه، این چیزی ازش در نمیاد. حالا شما بذار بیاد امتحانش کن، بذار سر کوچه بگو جلو ماشین رو نگهداره، تو دست و پا نباشه. باش به خاطر خودت میگم بچه ها توجیهش کنن، این شلوارش رو بگو عوض کنه، اینجوری نیادم. چقدر میخوام پول بدم؟ حالا برو یه ذره کار کن میگم اسمت بدن دیگه. کم باشه ما نمیستم. چقدر باشه خوبه، خرج دو تا آدم در بیار. حالا ما خود میشه هم میفته. حالا مو تو شرا اونجوری زدی، مو خوره شده؟ اصلا نکنه میخواد بگی، خصوصی که خصوصی قدم به کسی نمیگه. اصلا ول کن نکن، قرار بود یکی تو زندگیم باشه نشدش؟ بای باسه اون ناراحت بودی موهاتو اینطوری زدی؟ نه دیگه ناراحت نیست. ببین اصلا غصه نخور، من خودم یه کسی رو میشناسم اگه تو رو ببینه خیلی هم از تو خوشش میاد. یعنی چی؟ شما که اصلا منو نمیشناسی. اونو که میشناسم، خیلی هم آقاست. ببین دست تو تو کاره، من این نردهای راپله رو بخوام رنگ بکنم با ترک رو دیوار چقدر پولش میشه میدینی؟ میپرسم برای تو. سکوت لطفا. بفرمین آقا. آقا احمدی، آقا احمدی یه دو دقیقه دندون رو جیگر بزه قربونت. حرکت. چه سیس میخوای با اون مریضه؟ چشه دست در نکنه، قرصای قلبش دیر نمیاد. ای بابا بله. چرا اینجا میزنی؟ ساکت بابا من میبرمش. بیارش بابا. این چه کاره میکنی؟ آقا تا تو بابا بابا این بابای شما سیر زیاد خورده، فشارش افتاده. نه این مشکل از قلبشه. نه بابا من دارم خفه میشم، قلب چیه؟ برو در باز کن. بیا بزن اینجا.
بیا خوبه. حواس داشته باش تا من یه آژانس بیارم بیام. بیا نمیخواد بیا. بیا اینجا ماشین پارک کردم ببرش. بابا شرمنده کردی. دست درد کنه جبران کنی. چی شده؟ هیچ. دارم میگیرم. نه قطع شد. با بگیم با آدم دیگه با من. حتی بیا. بیا. باز چی نفتر چرا بشتی دوباره؟ حتی جون. این همه شما قول دادی گفتی پول شارژ همه ساختمون رو میدم. اصلا هیچ حساب کردی ببینی چقدر میشه همه این؟ تو زه همه این نردای را پدرم گفتم با رنگ بکنی. شبکه دو رنگ چی بکنی؟ تازه من حساب کردم دیدم که پول شستن فرشا و موکتا رو داریم، بعدم این دیواری که اینا خراب کردن رو باید بدیم درست بکنیم. هیچ نمونه. چی میمونه تهش؟ یک میلیونت هم اینم آقای سعید خان بنگایی برداشته. هیچی دیگه میمونه مثلا 1,200,300. اونم پول اجاره یکی دو ماه بشه یا نشه. یعنی تهش این همه خرمانه داریم میکنیم. هیچی برداشته. آقا تو خوبی؟ اینجایی؟ خونه شو برو برو یه سرسامونی بده. این پاژنگ دوباره قاطی کرده. نمیتونیم کار کنیم. برو تو خونت بابا. نمیتونی؟ آره؟ برو تو دیگه. نکن جان. نمیتونی نکنین. کار نکنین آقا. تعطیل کن. یعنی چی؟ یعنی همین به درک که نمیتونین کار کنین. جمع کنین برین. لاتیشو واسه من پر نکن. آقا مگه نمیگی نمیتونیم؟ تعطیلش کن بره دیگه. یعنی چی؟ تو من قرار داری که یادداشت نوشتیم. هیچی نباشه خسارت بود بدی. 20 میلیون بود خسارت دید برای چند روز. میدم آقا 20 میلیون پول میدم. بلکن آقا. کجا میدی؟ نداری بدی که. ندارم بدم میرم زندان. بلکن آقا تعطیله. تعطیل کنین آقا. خانو تعطیل آقا. تعطیل بر چی باشی نگاه میکنی؟ تعطیل. هری پدرتو بیا. چی شده؟ هیچی نیستش. آقا جون آرومم. خب چی شده؟ هیچ چقا نمیخوام کار کنی. چرا؟ عشقم میکشه کار نکنی. چرا نداره؟ بچو بری تو کشی. برش اتون. برش اتون. بس دیگه. چی میگی؟ چه میدونم یا کشش در رفت قاطی کرد. دو کلمه شو حرف میزدیم باش. عزیزم من اینکه کار این نیست. ساکت ما که خودتون بگیرید دستتون جمعش کنید دیگه. حتما. حتی جا بیا تو من بده یه لحظه آروم باش. بیا اینجا پیش من. ببین چه؟ تو الان عصبانی هستی. من خودم با تک تک این همسایه ها حرف میزن راضیشون میکنم. اصلا شاید قبول کردن که از ما پول نگیرن. نمیخواد خانم. من با خانوماشون میرم صحبت میکنم. پول کرفس و روبشون نمیگیرم. شاید اینا اصلا قبول کردن. مشکلی نیستش. پس برای چی میای اونجا به من میگی؟ برای چی میای میگی فایده ای نداره این همش خرمالیه؟ ببین اگه مسئله مالیه که من میگم وقتی که کار زودتر تموم شد یه چیزی بزنم روش بدن راضیت کنن دیگه. آقا بگو زودتر تمومش کنن دیگه. تا الان یه ساعت فیلم برداشتی؟ نه 10 دقیقه است. 10 دقیقه است. اینو بگیر فقط دست به این فرکانساش نمیزنی یا اگه دست زدی صدا هم دیگه رو نداریم. صدامون قطع میشه. تو برو سر کوچه آماده باش منم میرم دم راپله وایسم. برو اینم چیکار میکنی باید کرد. زنده داش راستی کار بده کنم. وا چه کاری؟ تدارکاتی دارم میرم خیابون رو نبندم. باری کلا به سلامتی دیگه شد. چه فایده با هیچ کنون به فکر آدم نیستید. هستم. یه کسی هم زیر سر دارم باسه. کیه؟ کار نداشته باش تو. تو برو بشست به کارت دادم بتون رو بندازه به مردم. بس بگو سینما کنم. آیرش حواست کجاست؟ مگه نمیشنوی تو بیسی میگه کوچه رو ببند؟ خدا عزیزم. خیال را. نوکرت. خب اینم از این. الان عکس میگیره. فوت کن. تولد مبارک. ممنون عزیزم. ببا کیکو زینگ صدای در. وای یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ عمت والا همه حرفا تکراری همه فیلما تکراری. خب بره ببینه کی میتونه باشه. وا کات خیلی هم خوب بود. آقا میریم برای پلان بعدی. آقا بشین پلان تو بگیر. این خوب نبود. بچه ها کات خیابونو باز کنید. شما چی کار دارید؟ ایرج جان شنیدی راه باز کن ایرج. آقا چرا وایسادی؟ برو دیگه. نکی من نمیده راه رو بستم. آقا سرچه نرن که اون سرچه در خاموش کن صدا برداریه. امو بوغ نزن. ایرج جان بابا کار داری؟ یاد نزن صدا بیام تو توفیل. دوستان لطفاً سکوت. خیابونا ببندید میخواییم بگیریم. صدا آوا بیلا سلیمانی ببین چه خبر شده. یه نگاه بنداز ببین چی شده. جون آقا چشم قربونت برم شما بشینید. آقا جوان بیرون چه خبره؟ کی خیابونه بسته؟ ایرج داده شاه دانشی. ایرج جان آقایون خانوما لطفا ساکت باشید. الان فیلم برداریه به من اطلاع بدن رو باز میکنم.
باید به من اطلاع بدن. فکر کنم دست زده به فرکانس این بیسیمه. چه خنگیه، کلی همش توضیح دادم. برو برو دیره، برو پای ببین چه خبره. کجا فیلم برداریه؟ جلوتر جلوتر. آقا یه چند دقیقه تحمل کنید، قرار به من خبر بدن. حالا راه باز میشه. جمع کن بابا. چی میریم؟ مسخره کردی؟ راه باز کن بابا، کار داریم، من آژانسیم. اینا نمیتونم بریم. ای برید من کارم از دست میدم. دیگه نمیتونم زن بگیرم. تو کجا؟ چرا نمیفهمی؟ اگه من نمیگیرم کار داری میکنی دیوونه. به خدا نمیذارم بری. یکنه؟ تو به من نگفتن ایش که حق نداره حرکت کنه. انشو ببینم چه فیلم برداریه. چه آشی چه دیگه نمیتونم آقا بابت کنم. بیرون بفرستیم، بیرون بفرستیم. ای بابا چه خبره؟ آقا اصلا فیلم برداری نیستش، همک توهمه. آقا اینا شیشه میزنن نمیفهمن چی کار میکنن. آقایو بلنشی میای کمک بزنه به تو کنا. بلم کنم این دوری چی نگفتم. بلم کنم، بیا بلم کنم. ای خاله ها، خاله ها، خاله ها، اصلا بگم خاله ها، خاله ها، خاله ها، خاله ها، خاله ها، خاله ها. سلام آقا جان، دیگه آش آوردم همه دلخوریار بذاری که حلالمون کنی. آقا تو منزل تشریف دارن؟ بله است. بهشون اطلاع بدیم بنده به صابخونتون اطلاع دادم. چیو؟ این که بدون اجازهش خونش رو دادیم به این فیلم وردارا اجاره. محسون جان اینو بیا ببر بر. چیه؟ کار خودتو کردی پیری؟ بزنم صدا بدی؟ میدونی چی کار کردی بابا ترزایی تو زندگیمون؟ دستی تو بکش. علی مردی که بلند چی بیاد اینجا میتونه همش شکایت کنه. من با اینه که تو خونه من چی کار کنم؟ فهمیدی من چی کار کنم؟ مگه قرار نبود یه مقدار حق سکوت بدی من کارم را بیفته؟ ندارم لامصب، ندارم. اگه نداری پس چرا حاتم بخشی میکنی؟ همه یه ساختمون شارژ این ما مهمون من. آقا اینا هنو دارن کار میکنن تو خونه ما، تا کارشون تموم نشه به من پول میدن؟ نه پول میدن؟ من بچه کار کنم؟ اون مشتری که آقا سعید بنگایی آورده بود ظاهرم پسند کرده، داره خانومش میاره. انقریب خانومه بیاد بپسنده اینجا قلومه میشه، اون وقت آخر عمری من و این بچه خودمون رو زار زندگیمون وسط خیابونیم. من چی کار آقای پاژان؟ مگه این ساختمون مدیر نداره که شما سر خود زنگ زدین به صابخونه؟ چرا نداره خانوم؟ معلومه که داره، اونم یه دستگلی مثل شما. بنده غلط بکنم به کسی زنگ بزنم؟ دروغه کی گفتم؟ الکی گفتم ایشون به صرافت بیفته یه فکری به حال من بکنه. اومدم آقا، اگه من یه کاری کنم اینا اینجا رو نپسندن چی؟ چه فرقی میکنه؟ اینا نه یکی دیگه. نه یعنی یه کاری کنم هر کی بیاد اینجا رو نکنه. یعنی چی؟ ای خدا. خانم بلوری یه زحمت میکشی محسوم ما یه چند دقیقه خونه شما باشه. حتما. ایرج ایرج به دست کتا بسته دیزنم بهت بلند شی. بلند شده که چی شده؟ هر کی زدتت میزنیش. چی داشبی مونه؟ چه من چه داشبی؟ اوه هیچی هر هرچی فیلمو سوزوندم. آفرین، پس کتک نمیخوری وای میسی حقتو میگیری هستی؟ موکرتم برم بخوابم. آی اول فرض یه فیلم هم ندیدم. کفتر رو چی کردی؟ کدوم کفتر؟ کفتر تو خیزی برسی هر کجا برمی کنی؟ کفتر؟ کدوم کردن؟ کفترت مامای کفتر کاره چی؟ خود بذار، خود بذار. ای خان مادرت قربان، ای خان مادرت قربان. نزن زد تو صورت باید کشیدم. آقا چی میشه؟ آقا
عرضم بله نمی کنم. آقا جونه برداریم بره نیجا دیمونه کنه. از آقا شایی به این مشتری نیار اینجا. نمی بینیم اگه. من نیجا اینجا نمیذارم کسی بیاد بره. آره. سقف اینجا رو سر تو خراب میکنم. بسه دیگه تمومش کن. این چه وضعی درست کردی؟ چه خبر آقا؟ ما آسایش نداریم تو ساختمون. مریض داریم. زشته به خدا. گات این فیلم برداری بود؟ خب آقا از قبل به ما خبر بدین دیگه. اسگری برو بابا. آقا بسره شو داره برده این فیلم برداری. چرا میگم بزن نمیزنی؟ داهاش هنگاز چی بزنم؟ وا حلکی بود دیگه. هم کن بابا. باشو باشو برو بخو. چی کشیدی؟ چیز نکشتم که. گفتی یه نق سیگار کشیدی. آره من اوکی گفتم. آقا ای مشی بابا چلاق چلاقمون کردی. یه پای بزنن کارم تموم شد. چقدر میشه؟ قابل نداره. 50 تومن. 5 تومن؟ 50 تومن مات میدن. بفرما. خوبه؟ نه هنوز. نه نه ای بابا الان ببین الان. آه خوبه دستش نزن. گرفت. اما ایدا شما تو رانده ها فقط منو میبینی. بچه حله تراغا رو ببری. چشم بابا میدونم تو اونجا رو بلدی. تو مقابل رو بلدی. اما ایدا من همی الان کرد اومدم. چرا فکر کنی من بیشتر میفهمی؟ گیریم برو دیگه. بابا من میرم ایدا از اوتا ده نمیام. خودت میدونی شیرینی فروشی کجاست؟ آبخش این خانم ما رو نهیدی؟ چرا؟ تو اتاق بفهم تحویل بگیر. مالش میکنی دیگه. آقا شما هرس نخور. روزا من تلاشم بکنم. یعنی چی این درست نشده؟ من خوردم. آقا جون من از تو میخوام. وظیفه کی بودیم که کنه گرده؟ مدیر صحنه کیه؟ بیا. من تو یخچال گذاشته. نه 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 مدیر صحنه کیه؟ منم یا تو؟ آقا نمیتونستم با خودم ببرم خونه که. یعنی چی کارو تعطیل کنم؟ تو نمیتونی وسایلمو گردی؟ زشت داره نه. چیه برای دعوای صبح؟ بابا تموم شد رفت دیگه. از حرفش نزن دیگه. چی نگو؟ صبح من نبودم این کیک اینا که تو یخچال بود که تو نخوردی که. نه منم همین گفتم. گفتم که این آدم نخورده که حیوان خورده. گشنم بوده خوردم. چیه؟ ای هر چی که هستش تو بابا خوری. کیک واسه تو بوده که خوردی. این واسه تو بوده. اینقدر کیک بوده دیگه. حالا همه ناراحتین. اینه ببر بابا ببرون بعد. بابا من خوردم. بگین چقدر شده اون پولشو بدیم دیگه راحت شما برسیم به کارتون دیگه. آقا اصلا واسه پولش نیست که. چیه؟ کیک راکوردی بود. کی بود؟ راکوردی. آقا اینجوری گندش نگو. من خودم ره بره اینا میگم راکوردی. آقا جان ما دیشب از این فیلم گرفتیم. الان ادامه همون صحنه دیشب رو باید بگیریم. باید همین کیک باشه. همین شکلی همین اندازه. این یعنی اون چیزی که شما خوردین. آقا اسم که متوجه نیستی. من نمیدونستم. ما رو بگو داریم با کی صحبت میکنیم. پس کار تعطیله تا کیک بیاد. تعطیل معطیل نکن آقا بسر. اجازه نکن. ایراد نداره. من خودم واسه تو یک ساعت درست میکنم. عینم بهتر. چجوری؟ وسیلش گرفته بود واسه تولد تو. من خونه بلوری. آخ ما خودم فر نداریم. بیا تو هم یه دیگه. نگار جو اینو بده بازیگر. من میرم کمک کنم جو. منم بیا. نه. جانم آیده. آقا جون کارگردان اومد. زهی. دوستان لطفا بیارین سر صحنه. آقا اومدش. ها؟ من نگفتی خارجه. خب الان کجاست؟ آقا میپیچوندیش دیگه. میگفت اینا اصلا نیستن. دوستان لطفا صحنه تولدو بچینید. ماشینش چیه؟ آقا سرشون اومدن ها. آقای دست سلیمانی ها. آقا کیک هماهنگ شدش. قرار شد برن خونه همسایه. الو ایرج. ایرج کاری بابا بیسیم بیسیم جانم. ببین این صابخونه داره میاد اینجا. ماشینش تویتا هست. شکلیه؟ چیز دیگه آبیه دیگه. یا آبی الان یا آبی پارک کرد اینجا. کوپا من چرا نمیرمش؟ اینجا سر کوچه واسده داره پیاده میشه. معطلش کن. معطل کن. باشه حساب خونه ما داره میاد بالا. خب چیه؟ خب نمیدونی چه فیلم برداریه که من چیکار کنم؟ مگه میفهمن این چیزا رو؟ بهت میگم این فیلم با نور کم زیاد هر جایی باشه میفروشه. آقا سود ببخش این صابخونه ما داره میاد بالا. نمیدونی چه فیلم برداریه. بیاد من چیکار کنم؟
خب ما باید چیکار کنیم؟ آقا منم همینو میگم. نه من نوکر همتونم. من میگم شما یه 5 دقیقه بچه‌ها بگو استراحت کنن. این چراغا رو بیارن تو در پیکر رو ببندیم. یه چای دور هم بخوریم. میاد میبینه نیستیم میره دیگه. شوخی میکنه. نه تو جان نمیشه این چراغ رو خارج کنیم. آقا این اگه بیاد بالا شکایت میکنه هم منو میندازه بیرون هم شما رو. بچه ها دارم وسط به جمع کنن سابسید بیا گرونم من تمومه حتما؟ نکو بابا گیره کاری نداره بذار بیرون جمع سفوزی دیگه دارم اگه خره که نفهمه سه طبقه کابل اومده بالا بگی بینم اتجاش جمع نکردین هنوز؟ گیره چی؟ کابل چیکار کنی؟ پس چرا وایستادین؟ چگاه کنیم؟ کی پایینه؟ آرسس قد کن کابلو آرسس کابلو بکن آرسس کابلو بکن الو کجا میری؟ کابلو جمع کنیم مگه تکی میتونی؟ بابا بیا بریم تو ولش کن همه با هم میکشیم راست میگه بیا بریم بکشیم بکش من تر نکنیم نکشید آقا کاب گیره پاره میشه دکش آقا ول میکنه دیگه پاره میشه خانمم پشت بیکار نمیشن بیان مستر ایرش ایرش کابل یه جا تو رو گیر کرده بوده آزادش کن اینجوری نمیشه شم گل پرمانش کن تابش بده تابش بده لیزه مواظب باشید خسته نباشید خسته نباشید اسب شما برای این خونه ای؟ نه بس مال اون خونه اینا خونه نیستن؟ چرا هستن با یه لشکر آدم نشستم منتظر شما حرفا میزنید وای پول نمیخواد بگو همین خامه رو واسه روش بگیرم اینجا ای برتو 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 تولد اینجا برتو تولد ببخشی کسی اینجا نیست اینجا بود دیگه شما با کی کار داری؟ نه من بکنم طبقه رو اشتباه آقا دیدین گفتم اینا نیستن؟ خیلی خوب میخوام آقای پاژنگ بگیم اومده چه خبری به ما بده؟ هنوز هم ایشون مدیر ساختمونه؟ نه آقا دیگه کی به اون گربه باز مدیریت ساختمونه میده شما تشریف بریم من خودم بهشون میگم بفرمایید بفرمایید آقا آتا آتا بیا بیرون رفتش رفتش دیدی یارو چه شکلی بود؟ بابا این دیگه کی بود؟ نمیشه تو چشاش نگاه کرد اما بهتر تالا نهیدیش
این خودش نگاه میکنی، این از خودش خیلی خانومه. تو خیلی هنرمندن یعنی نوش جونت آقای دانشی هرچی خوردی که این اولش ماشاءالله خانم دانشی به افتخارش بزنی کف قشنگه رو. خب دیگه کیک هم آماده شد، بریم سعی تولدو بگیریم. بله علی رضا بریم. چی داریم غیر از کیک؟ آقا یه لحظه وایس من کارم تموم بشه. علمدین بچا چراغا رو ببریم بیرون، اون نور دیشبی رو بچینیم. چشم آقا چشم بفرمایید. این ماشین مسابقه یا هستن خیلی تون میرن یا دستی میکشن میچرخن دور خودش. خوب اینه اونا دورت بگردن کمکه دوره. برو تو، برو تو بچه. نمیرم به توشه. تو خواب نداری؟ بیا 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 خمشا. من خیلی بدم میاد که تو دروغ میگی. چی؟ هم دیگه قرار نبود دروغ بگی دیگه. به کی؟ هی هر دفعه گفتی که من به صابخونه اینو میگم. هی هر دفعه گفتی. خیلی خوبه آقای ما اینجوری رفت. گفتم میگم دیگه. حالا شما بذار این با... ای چی آقا؟ بیا پایین بابا. ای خب چه خبه؟ بشین آقا، داریم پنجره نور میدیم. بشین آقا، بشین آقا، ساعت میفته. بزنی سری را بندازید بریم دفتر. دفتر چیکار؟ ماشین باید بره انبار خالی بشه بعد بره. دستور حاجی مدوی جان، ما که کاری نیستیم حاجی. بابا بچه ها خستن آخه، چجوری بره اول دفتر؟ دوباره کاری همش دیگه. ما خودم هم کمک میکنم، حاجی میگه دیگه. کم دوباره کاری نکردیم که بابا. بس دیگه نیستش. ایوه چیز شد؟ تمام شد دیگه. چی؟ همین فیلم برداره اینا رو میگم، خسته نباشید. پول ما چی میشه انشالله؟ پول؟ آدرس دفتره که داری؟ آخر هفته بیا. این بابا هم خودش تایید کننده است. هم کار کرد. میگم چکته بکش. حالا کچی فعال عشقه. میگم فقط این داشه مرا حواست بهش باشه دیگه. من داد چی گم کردی؟ پیدا میشه. چیزی گم کردی معصوم؟ من خندونه جای تموم شده نیستش. میخوای منو حنا خانم بیان کنم؟ ای میگم صحبت میکنم دیگه. ای میگه. بیا برو پایین. وقتش نیستش. چه؟ وای قندون جایزه هم نیستش. خب حالا پیدا میکنیم. قندون ریز قشنگه، گل ریزه نیستش. پیدا میشه دیگه. یه نگاه میکنیم ببینید تو ماشینی. ماشین که الان بار زدیم که، اینا رو میبریم دفتر خالی میکنیم. میگردیم پیدا شد بهتون میدیم. خب وای این دوست کارتون اینجا رو بگردیم ما رو قندون میکنیم. آقای در تمام شده برم اینا. آقای این قندون جایزه خانم ما رو نگاه کن. قندون جایزه هم نیست. چیزی نیست. میگم آقا اونجا اشتباه نشده و جا مونده باشه. نه آقا جان، ما اینجا دوز نیستیم، زحمت میکشیم، زحمت. این حرفا کدومه بابا؟ من دارم میگم یه موقع جا مونده باشه اون تو داداش. نه آقا جان، من اشتباه نکردم. شما منظورت اینه که من دوزم؟ آره من دوز نیستم اصلا. میدونی چیه؟ دوز شمایید، دوز شمایید که دارید پوله آنچنانی میگیرید از این فیلم ها. فکر کردی خبر ندارم؟ ماشین دارید، خونه به این بزرگی دارید. بعد خبر که ندارید، مردم تو جای کوچی دارن گرد میخوابن. اصلا میفهمی گرد خوابیدن یعنی؟ شمایید که دارید تمام شیر میگیرید، بعد بچه من شیر ریست بکنه پس دورکی درست نست. هلی خواهد بر سرتون که هرچی حق ما رو میخورید بازم سیر نمیشید. بچه ها برم قندونم رفت. خب الان این برگر رو میذاری جلوی ما پول میشه؟ خودت امضا کردی قرار دادو؟ غلط کردم والا. آقا مگه شما نگفتی هفته دیگه بیا پولتو بگی؟ چک ما رو بنویس بریم دیگه. گوش نکردی چی گفت؟ پول نیست. بیا اینجا، بیا اینجا. دیدم اون آقا. بیا اینجا. چیه؟ چشمتو باز کن ببین نوشته این بند منوط به پرداخت فلان ارگان در تاریخ فلان. آقا وقتی که پول ندادن من از کجا بیارم؟ من چی کار کنم؟ من همه کار کردم، هر کاری بگی کردم که اینا قفل بشه غیر اینه. خب شما بعد چیکار می‌کردی؟ پول ما رو بدی گو. آره بگو پول من بدید. به اونا چی کار دارم؟ به خدا شما از همه بدترین، فقط حرفشو میزنی. نمیدونم چی چیه کارگر فلان آهنی خیلی خوب دیگه. یه دقیقه بیا اینجا بشین من درستش بکنم. بیا اینجا بشین. تو خودت امضا کردی؟ قبول دارم. بیا اینجا بشین من حلش میکنم. بشین آروم باش. تو چیزی رو از دست ندی که. تازه خونت هم معروف شده. فیلم بعدی هم میخوام بیام اونجا. اینو من رو حرف شما حساب کردم. عزیز من تو مشکل جای دیگه است. برو سراغ اون. چرا همیشه باید اون صاحب خونه باشه تو مستاجر؟
چرا باید اون سواره باشه تو پیاده که اینجوری تو رو تو منگنه قرار بده؟ برو حق تو از اون بگیر. قندون ماست. ای وای ای وای، انقدر سرم شلوغ بود فراموش کردیم برات بفرستیم. این گفت که برات از ارگان باید پول به ما بدن. یه ما فرصت بده طوری نشودم. گلی گلدان گلی باقه دوان گلدانی. ای قدر جایزیم به خودش رو کرد. من گفتم دسته این ناس پولم ریختم به اسم. بهت گفتم من نمیذارم این پولا بیاد سر سفرم. ای بابا حالا کی میخواد بیاره سر سفره خانم؟ این یه راست بیره واسه اجاره خونه دیگه. نه تا وقتی که باقی ابتاج نگی خونه شده دی به اینا این پولو در آوردی رضایتشو نگیری حلال نیستش. ببین اتاجا من نمیذارم بچه هم با این پولا بزرگ بشه، پس فردم خود دوز بشه بره پول مردم بدبخت و بخوره، لعنت 70 میلیون نفر آدم پشت سرش بشه. حالا کو بچه بابا فرد واقعا یه حسایی هم دارم برسوندم این ساختم پزشکان. عطا جان اینجوری نباش دیگه، بچه خودش روزیشو با خودش میار. خدا بزرگ. من برم اونجا پارک کنم میام. نمیخواد، من خودم قدم زنون میام کنم. خب برم یه تخت خواب ببینم قیمت کنم برای بچه بلم چشوری. حرف زیادی نزن داری دیگه زیر مفت میزنی ها. برای چیه مگه نگفتی اولش دارم پول به من میخواستی چشک کوره پول به من ببینی چه غلطی داری امضا ببینی من باید دستاره به خدا تو این خونه رو تو پاچه ما کردی. الان میاد تو مرد تو مرد تو دیگه خاطر بزنی بیرون یا نه بیر شروع برای چی داره باز گذاشتی؟ نمی کنم آقا چی نمی کنم. آبا خواه آبا خواه. خب لطفا اینجا رو فقط نگاه کنی نفس نکشینا. حالا بکشین نفس بکشین. خیلی خوب شد. مهناز خانم میخواستم اگه زحمتی نباشه یه دونم دو نفری با هم بگیریم. بله نه نه منظورم با بچم آدولف بود. بشنسینش که بگیرش بالا. آقا پاشن آقا پاشن آقا سیامک منظر تشریف داری؟ آقا وایسا درد نشه بذار خوشه بعدن درش. سلام آقا ببخشید شما از آقای پاژنگ خبر داری؟ نه چطور اگه؟ قرار بوده یه خبر بده به ما. حقیقت من چند بار اومدم در خونه مستاجرمون نبودم، همسایه‌ها میگن هستم ولی من نمیدونم چرا جواب نمیدن. ای تلفنشو نداری یه زنگ بزنمش؟ زنگ میزنم بوق آزاد میزنه. البته یه چند وقتی هم من خارج بودم شاید شماره منو نمیشناسن. چه خبر بوده خارج؟ درس میخونم. اه؟ درسی چی؟ یه پروژه تحقیقاتی دارم تأثیرات غیر مستقیم رسانه ها. البته هنوز مونده باید برگردم. اتفاقا منم دارم دکترامو میگیرم، دکترای اختلاف طبقاتی در سطح شهر. کدوم دانشگاه؟ غیر حضوریه.
ما نشستیم پشت فرمون خودش برقون. برای چی برگشتی؟ اومدی اجاره رو جمع کنی بری اشغال؟ نه پسرم، ما فقط همین یه خونه رو داریم. فهمیدم سر خود اجاره این بنده خدا رو زیاد کردم، اومدم بهش بگم هر چقدر در توانته بذاری کراگه، همین که اونم جوابمون رو نمیده. خاک بر سرش. و برای چی در رو ما نمی کنه؟ نمیدونم، شاید از ما دلخوره بدش میاد. یه در دیگه بزن. آقا نه دیگه، یه چند دقیقه صبر میکنم، اگه نیومد میرم. به خدا خوب خرشانسیم، صابخونه ما بی پدر خدا تو من گشته رو اجاره. طرف که میگم صادرات کل مرغ ایران دستش، ها گیره چندر قاز پول ماست. پسرم صدای دهل از دور خوشه. اتفاقا چند سال پیش هم ما یه جوجه کشی کوچیک را انداختیم، یه روز زد و دستگاه اتصالی کرد و دود شد رفت هوا و همین سادی. بس چی؟ چه میدونم، کارشناس بیمه اون موقع گفت تعمیرکار جنس آشغالی انداخته به جای جنس اصلی. ای بابا، جای شکرش باقیه که بیمه بودیم. بیمه؟ بیمه خوبه، ما دفترچه بیمه‌مونم نمیتونیم تمدید کنیم. تمام دندونام خرابه مهندس، انقدر آب نمک قرقره کردم شدم بلا. روزی سه وعده دارم کار میکنم تا خرخره تو قرضم. زنم بار داره، داشتم داره زن میگیره، جا نداره، اومده پیش ما. خدا شاهده پول نداریم که تخم مرغ بخریم. بعد این اومده تو این خرتو خرید، اجاره خونه ما رو سه برابر کرده. عجب صابخونه نفهم دلسنگی داری. دلم میخواد با تیزی برم سراغش. نه این کارا به شما نمیاد. مگه لباسه؟ یه میره تو شکمش دیگه. فراموش کن، پیداش کن باش حرف بزن. حرف حالیش نیست، فقط پولو میشناسه. بازم باش حرف بزن. مهندس من ترم آخرم، من طرفو ببینم میفهمم چی کار است. شناسنامشو باطل میکنم. پسرم دوره این حرفا گذشته، این حرفا مالو تو فیلمه، مگه شوخیه؟ شاید ندونی اوناییم که مثل تو فکر میکردن الان گوشه زندون دارن آبخونک میخورن. اگه فکر خودت نیستی فکر زن بچت باش. خیلی مردی، یکی مثل شما لوتی مشتی، به خدا باید یک پاتو ببوسه. یکی مثل ما شالا درست میشه. با اجازه. شکریم آقا. قبل اینکه بری یه بار دیگه در بزن. میرم سراغ خودش. خدا آقا تا آقای دانشی، ابتهاج هستم صابخونه‌تون. اگر هستی محبت کنید بیاید بیرون.